سی آقا شهرام هم که تشریف بردن خارج. کجا؟ سلام علیکم. تو پسر برو بیکاری، برو توزی تو فاقا یه جا نباری خونه. اگر موافق باشین ما این دوتا جوانو بفرستیم برن یه جا بشینن، حرفاشونو با هم بزنن، سنگاشونو با هم بکنن. یه بگم چه میشه نتیجه سیرابی آشغال گوش خجالت نمی کشی نشستی اینجا زیر گوش خانه ایمانه خود زرزر میکنی؟ بزنم تو دهنت لهت کنم؟ خوبش شد بلند شده اومدن شد من لبه حوزه بخ چی میخوانم؟ بیا برو دیگه آشوب به پا کردی که برو همون خراب شده ای که یه سال بودی شرط من و دخترم همین آدم چی؟ حسن آقا برو خوشتام چون برگرد با هم صحبت کنی. حسن آقا علکم یولکم چرخ و فلکم الان میدم برام بده من بازی کنم دیگه الان میده منو میدم علکم دولکم چرخ و فلکم اونو میدم اینم از آفتون چقدر نمک بریم خجالت هم نمیکشه خجالت بکشه اینقدر منو شرمنده یه در و همسایه نکن چیه؟ عمو جان در رو باز کن خسته شدم از دستت یا خدا ببین چه بلایی سر این بچه آوردی خجالت نمیکشی؟ مرجان چی دخترم؟ سلام علیکم من شرمنده میگفتش که باید آدم به چی انگار یه ذره چماق میکوبونه سر من اصلا میخواستم بذارم دهن مهره شد خیلی خب بسه آقا بسه یعنی چی داداش من دارم از تو دفاع میکنم چته تو بذار فکرامو بکنم ببینم چه غلطی باید بکنم فعلا میگفتش که آقا همه چی تعطیل خلاف تعطیل یعنی ما این همه داریم بدبختی میکشیم این همه داریم کار میکنیم تعطیل مگه میشه الان که بدبختی دارم استادم باید راضی کنم سر من راضی کنی؟ آره درش نکنه واقعا میخوای به حرف یارو پدر خانده گوش بدی همه چی رو تعطیل بکنی آقا کلا تو تعطیل شدی اصلا عشق کورت کرده دادا بابا تو این همه بدبختی کشیدی خونه دل خوردی من نمیفهمم واقعا الان میدونی بدبختی من چیه؟ بدبختی من اینه که راضی کردن حسن آقا کارمند خیلی ساده تر از راضی کردن استاد درش خوب حل دیگه دادا همونه دیگه پس بیریم مرحله بعد یعنی آب صندوق تمام یواش 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 قربان بیدار نشه سگا رو بستی؟ بستم بیا استاد بزن بیا تو داری بلند بلند حرف بزنی بیا بیا آقا نترس بیا من حساسم اینا رو اگه نبستی برن بیرون برن بستمشون چی کار به تو دارم وای تو دیگه کی هستی بسته هست این بسته هست؟ این بسته هست مگه تو بسته نیستی؟ من فوبیا دارم ها چی داری؟ فوبیا فوبیا بریم برو 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 ای بابا درسته ای بابا بیا برو چی کار به تو داری؟ نیاش کن چقدر آرومه جانم جانم آقا نکن 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 بابا کاری نداره کاری نداره بیا برو بیا 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 دعواش کرد دعواش کردی اون تو حساب میبره اون برو جلو برو 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 قربان بیدار میشه برو نکن دیگه میگم آزار نریز دیگه
جواب نداد. نه جواب نمیده. مگه بیژن جواب داد؟ آخه اصلا حاجی جانم، مردا با ما زنها فرق دارن، عشقشون یه اندازه ای داره، بیشتر از اون نمیتونن برات بذارن. بیا برای دمنوش اوسق و دوست درست کردم، آرومت میکنه. عاشق پیشته گفتن اون گو خیلی بامزه میشم علی، خیلی دوست داشت. آجی جانم دمنوشه تو بخور، بریم بگی بخواب. دمت گرم. خدا فردا طلا رو آب میکنیم، اعصابت میاد سر جاش. آخ فردا 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 داده، من میگم با پول اینا بلنشیم اول از همه یه سفر خارجه بریم. این کشور آسیایی نه، کشورهای بهبهی اروپایی، بریم اونجا عشق کنیم. کیف داده، من دارم با تو حرف میزنم، یه چیزی بگو، حرفی بزن. بابا بگی بخواب صبح که این طلاهای بی صاحبو میبریم پیش ناصر آبش کنیم، در اونم باز میکنیم، هی ترق 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 بی صاحبو تکون میدی. بابا صبح مهندسه پا میشه میاد اینجا، من میگم این صندوق از کجا اومده؟ بابا تو بگی صندوق چیه؟ بکپ تا صبح که مهندس بیاد جوابشو میدیم خودمون. آقا یعنی چی جواب مهندس یه چیزی میدیم؟ آقا فردا بلاشین من چی اصلا ولش کن اینا رو. من اعصابم از یک چیز دیگه ای خورده. پشت موتور دقیقه پیش من چی گفتی؟ این حرفایی که زری درست بود، صحیح بود؟ اصلا جدی گفتی داستانش چیه؟ برای من بگو من توجیه بشم. یه شرطی برای من گذاشتن. خب من رگ گردنم بره پای شرطم وایسادم که حرفمو به کرسی بشونم نگن جا زد. تمام. چطوری؟ حالا چطور قربان؟ چه می‌کنی؟ خوبی قربان؟ نه 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 تو چرا؟ نکن! چه داد می‌زنی قربان؟ چته؟ چرا انقدر شول و پریشانی قربان؟ من برم به سر بزنم قربان، قربونت برم. پیشم موتور نهی بودیم، خواستم میام بالا سره. مخواستی چیکار کنی؟ مخواستم میام بالا سره. مخواستی میام بالا سره؟ وقتی لاتی حرف می‌زنی اصلا یه جوری دیگه میشی. کیف می‌کنم قربان. بالا سره. داره من اومدم بالا سرت، دیدم مثل مرغ سر شب خوابیدی. خب دلم نمیاد بیدارت کنم، چیکار کنم؟ حرفت زدی؟ حرفم زدی نمره. تمام شد. آره. این کلیدام بذار تو اتاق. کلیدو بذارم تو اتاق؟ بله. چشم، من نوکر دست بسینه شما ایم دیگه. چشم. قربان. قربان جونم. اصلا اومدم اینجا ببینمت، بهت احترام بذارم، نگات کنم، کیف کنم قربان. جدی دارم بهت میگم. الان حرفت رو بزن. الان حرفمو بزنم قربان. بله. حرفمو بزنم. حرف آخر تو بزن. حرف آخر ما میزنم. باشه ماشین تو میخوام. چیزی قولت سره؟ نه قربان ببینم. بابا قربان بابا ما با هم رفیقیم. قوری کیلو دو برده بسه اونجا. حرف آخرتم یه خط آخر میگی و خداحافظ. حرف آخر که گفتم چند بار باید بهت بگم. ماشین نداری؟ ماشین نداری؟ چرا اینجوری میکنی قربان؟ سلام. سرسوم اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ معلوم از دیشب تا حالا کجایی؟ کوچیت چرا خاموشه؟ دلم شور افتاد. بیا منو بخور. چته؟ مگه شهرام نیومد خواستگاریت دیشب؟ نگفت چی شده؟ سوال با سوال جواب میدن. خوب شد اومدم. تو چرا سر کار نرفتی راستی؟ مرجان سر کار نمیره یه خبرایی هستان. تو هم بیمارستان نمیری یعنی خیلی خبر هست. تو چه خبر؟ خونه کیه؟ مرجان پری جون. پری جون خونه است؟ با لولو خورخوره که نیست. بیا ببینید. نه بابا میخوام برم یه دقیقه. بیا اینجا بیا کارم دارم. این چیه؟ آشه. کور که نیستم میدونم آشه برای چی؟ خودت گفتی هر وقت میام اینجا یه چیز درست کنم بیارم که به چشم پری جون بیاد. وای چه عروسی داریم کدبانو. خب پل کنین حرفا رو. از این شب چه خبر؟ گن زد شهرام. این بشر درست بشو نیست.
امید. انسان با امید زنده است عزیزم. او دیوونه است. دیشب شده گل خریده اومده در خونه ما. اصلا به فکر آبروی من و خانواده‌ام نیست. پس اومد. آره. چی شد؟ بابام من برای شرط گذاشته. تو باید گذشتهش رو پاک کنه، خوشنام بشه، چه میدونم یه شهرام دیگه بشه. شهرام خوشنام بشه؟ بابات نمیشناسه شهرامو؟ ببین این خواستگار جدیده رو دو دستی بچسب که سوخ ندی، میمونی رو دست ماما باباتا. قیافه من شبیه آدمایی که دارن شوخی میکنن؟ آه چه تو امروز؟ منم شوخی نمیکنم، دارم جدی میگم. خونه این آخرین باره، خدا بابام اینا دیگه یه فرصت دوباره بهش نمیدن. ببین نگران نباش، من صحبت میکنم. خوش سلام داداش. سلام. سلام. بابا سلام. احوال شما؟ احوال شما خاطرتون چطوره؟ متشکرم. بابا خوبه؟ بله خوبم. سلام دادم. بفرمایید داخل. ممنونم، دارم میرم عجله دارم. بفرمایید. ممنون، مرسی. بیا من اضافه گفتم میخوام برخونم. نه همین کافیه. دست شما در نکنه. بفرمایید. سلام برسونید خانواده. شما سلام برسونید خانواده. میام تو دارم. باشه. خدا حفظ شما. خدا نگهدار. چی اینجا باشدی؟ این اومده بود چه کار داشته؟ بابا ول کن زن، بعد زشته بود. من میخوام ببینم اصلا برای خونه ما چی میخواد، برای چی راه برام بیاد اینجا، اصلا چرا پسر ما باید از این خوشش بیاد؟ بیا بابا این نونو ببر بذار تو سفره. سلام. صبح بخیر. باز آش برداشت آورده؟ این آش مال خودش نیست، این آش مال سلیم آشپزه. من از بوش میفهمم این بلد نیست آش بپزه. اینا رو میخره که بگی بلدم آش بپزم. به خدا اگه نیمرو هم بلد باشه بپزه. چی شده؟ شالاب آجی جانم، شما که میدونی مرغ آبچی خانم همیشه یه پادره، چرا کل کل بیکنی؟ بیا بریم صبحانه درست کنیم، ما نیمرو بلدیم بپزیم. بیا الان مشتریان میان. از این نخوریم هری جون. وایسا یه حرف نزن، همجوری زود بزا برو. یکی هم بشنو، من میدونم تو از کجا میسوزی. اینقدر با خوهراد یکو بدو نکن، بیا کمک کن اینا رو. آخه مهرم آجون یه حرفی میزنم تو خون و استخون آدم میسوزه. خیلی بعضی فکر میکنن یه ذره آش بگیرم دستشون صاحب پسر آدم میتونن بشن. ای بابا بچه برو که نبرو بینم، برو که نجات کن ببینم. برو بلند کن بزن زنگو بزن. آره هر دفعه با سجل بدم خدمته. با کی کار داری؟ باران میزنم و استخوناتو خورد میکنم. اسمش بارونه؟ باران، بله باران. باران که اسم دختره. پس؟ آراسه؟ نه عمه مرحومم، آقا ناصر دیگه. بله بفهم تو. علی! شما؟ دارم میرم تو. نمیشه رفت تو. همراه هم آخه. همراه چیه؟ ببین. بله. پارکتو عوض کن. بیا تو. پارک چیه؟ منظورشون گل و بوته‌ای که استفاده میکنیه. آقا ناصر بوته؟ اومدم. آقا ناصر سلام. شما خدا نجاتت بده بابا، برو. حالت خوبه؟ فری. مثل این مولا حرف نزنیم. آقا ناصر هر چی گفت هیچی نگو، من خودم جوابشو بدم. اصلا لالم، اصلا بگو من لالم. هیچی نگو. نفه آش و جاش آوردین یا صندوق هم فروشیه؟ نه ناصر خان، این قفلش بدقلق بود، گفتیم خدمت شما برسیم یه گلی به سرمون بگیریم. دورا جمعه کردیم باز نشد. مارون با میکنه. بالا بالا آقا ببار. ببخشید چی شد؟ بند اومد. بفهم آسر جانم. Shh.
ندید چند؟ ندید خرید نهریم داشت آناسه، این دفعه رو ضرر نمی کنی ها، ندید چند؟ ببین، تو این همه سال یاد گرفتم ریکس علکی نکنم، اونم تو خرید فروشنده نیستی؟ باز کردی من ابنهره، بزن زیر بغلت، برو یه چی که ندید خرید کنم آناسه، دمت گرم دیگه بابا، چوبکاری میکنی دیگه ما اول و آخرش باید بیایم اینجا نوکرتم ما همیشه آوردیم اینجا جنسامون آب کردیم بریم و بیشیم دیگه با کن بینیم چی تو این لامستره اینا روکاره آه علکی گذاشته که چی شد؟ ندید چند؟ به چون آقا ناصر سوء تفاهم شده مگه نگفتی تو این طلا بود؟ خب من زاخزیرشو چوب زدم همیشه تلاشو میکرد این تو بکو میخواستی اینا رو تو پاچه من بکنی؟ ندید؟ به جون مادرم توضیح میدم یه لحظه باز... یه نفس بگی آروم شی من توضیح میدم خب یالا میشنفم بگو دیگه آقا ناصر خدا وکیلی شما قلق منو بهتر از بابام میدونی ما نون و نمک شما رو خوردیم ما یه ما فقط زاخسی های اینو چوب زدیم که تا دو ماه دیگه هم خستگیش رو کتکولمون میمونه من سگ کی باشم بخوام سر شما کلا بذارم میدونی که هیچ کم نمیتونه سر شما کلا بذاره عمرن کسی بتونه عمرن؟ آقا ناصر اصلا گردن ما همو باریکتر هر کاری بگی نوکرت هم هستم بابا یعنی چی؟ مگه جونمون از سر راه بردیم چرا داری از ما داری ما میذاری؟ بابا چی داری میگی تو؟ الان چجوری بیام ثابت کنم صحنه سازی نبوده؟ اشتباه لازمه یه کار ماست خب واسه این که شماها باید شیشتون یه حواستتون رو بگیرین تو ماشتتون این بر اون بر برین نه این که بذارین رو تاقچه خونتون اونجوری که به کارتون نمیاد الان چی حالا شماها واسه این که تلافی کنین این کارتون رو میرین به آدرسی که من بهتون میدم نشینین اینجا چلقوز کفترها رو نگاه کنین فقط شرط پرداخت با منه اصلا درستش هم همینه فقط شما هم بفرمایید که ما کجا باید بریم گلونده گتق فروشی که یادته بله 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 بریم اونجا دو تا دونه کتاب خطیه اونو برداریم بیاریم آقا حسین این کار آخر من بود دیگه کار آخر؟ شعر چرا میگی؟ کار آخر وقتیه که میذارنه تو خب کار آخر منه باشین آقا ناصر گیر نده نمیتونم پام گیره کجا؟ دوتا معلوم برتر من نیم فهمم شما چی میگی؟ آقا ناصر یه لحظه شما اجازه بده شهرام جان دادش ببخشید ناصر خان راستش این آقا شهرام ما تو نخود تو دهنت خیسته میخوره؟ یکم خسته است چیزی از هم پنون نهشتیم ببین آقا ناصر من دستتم میبوسم نوکرتم هستم ولی این مطلب شخصی نمیتونم هم بهت بگم اینم که دیدی کار آخرم بود اینجا بودم زدم گاراژ تمام یا علی شهرام ببین رفتی دیگه بر نمیگردی ها فری اومدم دارم اومدم همه ما یه روزی گوشامون دراز شده مثل تو عاشق شده واسه من دیونه سیار بابا شهرام من دهن تو بابا یه دقیقه صبر من دهن تو از مخ من بکش بیرون برو رد کارت بابا جان من اصلا به این گفتم یه راهکاری ازش بگیرم من که نمیخواستم تو رو لا بدم که برشم تو مگه نمیخوای بری آدم بشی داداش آقا منم پایتم قربونت برم با جیب خالی بریم باید برشم بریم این قطعه فروشه بزنیم یه پولی بزنیم به جیب فری دست از سر من بردار تو الان با هم بودیم بودیم از الان بعد برو رد کارت برو گم شو بابا خیلی نامردی تو آره
من؟ خدا دیگه، شما؟ همراه هم، همراه آخر. همراه چه؟ تو همیشه میری بالا دیر میای پایین؟ برو بابا. آروم آروم، خودتو به کشتن ندی بابا. باشه همینجا نگرده، همت گرد، محبت کردی. خیلی ممنون داداش. اون رنگ قهوه‌ای یا تموم شد، اون آبیارم یه ذره ابرو بادی کن. آره خیلی شهرام بیا پایین، بیا پایین. باشه شما بفرمایید الان میام خدمت. اومدی یا ببخشید آسایید میام خدمت. چیه بابا این کار و شغل؟ آخه روزی ده بار این میلا میری بالا میای پایین، قلب من میاد تو دهنم. چیست؟ چته؟ من کارم رو دوست دارم. تلفن رو چرا خاموش بود؟ چرا جواب نمیدادی؟ دلم هزار جا رفت. خاموش بود که خاموش بود، مگه قول و قرارتون رو با بابام نذاشتید دیشب؟ من میخواستم ببینم که الان این قول و قرار باباته یا نظر تو هم هست، چون قول و قرار بابات باشه معلومه که میخواد منو سنگ قلاب کنه. آه خودت چی فکر میکنی؟ خودم اصلا فکر نمی... جونم داداش چیزیه نگاه میکنی؟ شما تو رو خدا کارفرما من چی نگو؟ خیلی خوب کاری ندارم. شمنده آقای فوتویی یه سوی تفاهم کوچیکه. اشکال نداره خانم شهید، یه سر بیاین دفتر، من باید با شما صحبت. دفتر چرا داداش، همینجا حرفتو بزن ما هم بشنویم. من شوهرشم، من باید برم گزارش پیشرفت کار بدم. خیلی خوب، برو گزارش کار بده، همینجا بده. خب آقا شما اصلا شما نمیشناسم که بخوام باهات حرف بزنم. بابات یادم نرفته، کلا بی غیرتی هم سرم نذاشتم که هر کی میخواد به ناموسم حرف بزنه. اوه واسه نه کجا داری میری؟ شهر شهر بابا 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 بیا برو، بیا برو. سلام.
آخه قربونت یه خلو برو اونورتر. این همه جا خوب، اینجا هستش، اونور هستش، اینجا هستش. برو یه خلو برو کنارتر دیگه. خب باید بشین اینجا حتما. حال نمیفهم چرا اینقدر خشم، چرا اینقدر عصبانیت، چرا اینقدر نفرت، چرا اینقدر کینه پراکنی. آمدم تو کمکم کنی، به میگی چیکار کنم. موندم سر دورایی، از اونور مرجان و باباش، اما برای میبینم دست خالی که نمیشه، چیکار کنم. موندم دوتا، یعنی واقعا قید مرجان خانم زدی تموم شد؟ میشه این کارو بکنم آخه؟ میفهمی چی داری میگی؟ همه فکرامو جمع کردم یه راکار زده به کلم که از امروز تا یه مدت تو محل آسه برم آسه بیام، سرمو مندازم پایین، بشم یه شهرام نجیب با معرفت آدم حسابی متواضع. فردا هم تو چند محل بالاتر بودم میشیم، میریم سراغ عتیق فروشی، ور میداریم عتیقه رو، ور میداریم یه بیرون. همین یه بار ها، همین یه بار، بار آخره فقط گفته باشم، بعدن دیگه دوزی موزی تمام. اصلا خوشم نمیاد بچه هم آخر هفته برای سرگرم شدن بلند شن بیان هلوفتونی ملاقاتم. آخ 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 آخ، بچه هات، بچه هات، بچه هات بیان ملاقاتت، بعد من بیام جلو در زندان بیان امو فری کجا میری؟ میریم لباساتو عوض کن میریم. شما میری زاغ عتیق فروشی رو چوب میزنی، منم از همین الان اقدام میکنم میرم محل واسه اینکه مردم یه شهرام خوب و مرتب رو ببینن به گوش همه هم برسه. آقا سهران. سلام آقا ساقا، مخلص شما. نوش جان، قربونت برم، مخلصیم آقا. سلام، نوکرتم، سلامت باشی، بزرگی تو میرسونم. سلام علیکم، چاکرش. سلام آقا، مخلص شما، ارادت. لیلا جون، دوست دارم، قربونت برم الهی. سلام، سلام، احوال شما؟ سلام، مخلصم، چاکرم. بیبی بگو یه سر بیاد پیش من. سلام آقا، مخلص. حسین جون، چطوری؟ سلام آقا. آقا قربون شما، مخلص شما، قربون شما. سلام، چطوری؟ قربونت برم، زنده باشی آقا، مخلصی. حجی، 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 حجی. نه آقا شهرام، شمایی؟ میری؟ نه من بابات هم تغییر چهره دادم، نشناسی منو. شوختب شدی آقا شهرام. چطوری؟ مخلصم، شما خوبی؟ پشت چه غلطی میکنی تو؟ داداش من نمیبینی دارم ترتمیز میکنم، یه ذره برو اونور ببخشید. لباس های ما آماده است؟ لباس ها بله آماده است. برو بیارش. چشم، یه دقیقه اینو بگیر قربونت. ببخشید. تربیت الان میارم لباس ها. بودو شنیدم پیش بچه محلا خیلی هم من تعریف میکنی. آره داداش، همش صحبت از کمالات شماست، همش دارم تعریف تمجید میکنم. همت گرم، ادامه بده این کارتو، دوست دارم. عشم آقا ما تو همش کارمون تمجید از شماست دیگه. خب بیا داداش، این هم خدمت شما. بیا این هم مال تو. دستت درد. دمت هم گه. ده تومن صحبت اضافه هم نباشه داداش، انقدر پولاتو خرج نکن.
سلام سلام چطوری؟ کوچلوار ما رو بده ببری. کوچلوار؟ نه نه فردا آماده میشه. فردا؟ بله. عزیز من امشب خواستگاری منه، فردا به چه درد من میخوره؟ داداش مگه نمیبینی این همه کار رو سرم ریخته دارم تمیز میکنم. فردا بیا. سلام آقا شهرام. سلام داداش چطوری؟ قربون شما. خواستگاری داریم به سلامتی؟ با اجازه. برو بندا برای فردا یه خول سر اینا شلوغ حق بده بهشون. بله شلوغ. آخ آقا شهرام نمیشه. برو فردا میگم. بابا برو فردا بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ هم خسته نباشی. سلامت باشی. یه سفارش داشتم. شیرت آسم آشناست، بچه ایم علی؟ نه من تالا گذارم این برا نیفتاده. امرتون چیه؟ یه دوتا مغازه پایین تر شیشه هاش شکسته. سفارش دادن دارم براشو میبرم. دم شما گرم. من میخواستم اگه امکان داره لطف کنید بگید چقدر میشه من حساب کنم. شما هم بفرمید که شهرام سلام رسوند. آقا خیر انباتت زنی نزن، من اومدم جبران کنم دیگه، چرا قاطی میکنی؟ مرد حسابی زدی صورت بچه مردم آشت و لاش کردی، کل صورت یارو رو باید از نو بسازن. اون وقت اومدی با خرید یه شیشه میخوای سرطای قضیه رو به هم بیاری؟ شما شیشه رو ردیف کن، منم صورت پسر رو تا آخرش رو تا اونش رو میدم، نوکرتم هستم. شیشه رو بندازیم دستم. بیا والا بیا والا بیا والا. خب بذار پایین من بذار دو آقارت چه از سه شما درد نکنه. فاکتور ما چقدر شد؟ حساب شده. اه 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 تو دوباره با چه روی اومدی اینجا؟ من نایمدم دعوا که اومدم خدمتت بگم. حرفات دیشب زدی ما هم شنیدیم، پس بفرما. اینم که میبینی داری اینجا راست راست را میری فقط به خاطر حسن آقا کارمنده که رو زد به من. منم به خاطر حسن آقا و دخترش گفتم باشه. به خاطر کی؟ نشفتم. به خاطر کی؟ برو بابا خدا روزیت جای دیگه حواله بکنه. اینم بدون من هر جا که بخوام و صلاح بدونم برای پسرم میرم خواستگاری. اجازه دخالتم به هیچ عهدی نمیدم. برو پیکارت بابا. بریم تا دیر نشده. باشه آقا بریم. بری تا دیر نشده. بازم تو میخوام ببینم دیگه کی وجودشو داره سبد گل بگیره بره خواستگاری دختر حسن آقا کارمند. کی با دختر حسن آقا کارمند کار داره؟ همون دیروز من دندون لقش کندم انداختم دور. نکنه نباید دیگه ما بعد پسرم جای دیگه بریم خواستگاری؟ آره این بار با اون دفعه فرق میکنه. ازت شکایت میکنم، هم از تو هم از اون حسن آقا کارمند. اگه دیرو گذاشته بود گوشی تو پیچونده بودم الان بعد من رو سر خبر نمیشدی.
سلام علیکم. خدا مرگم بده. باز چی شده امید دل پری؟ اوستا خونه هست؟ کیه پری؟ منم. سلام علیکم. اومدم با شما حرف بزنم. جون مهربون یه امشب و دوا مرافع رن انداز. هیچ کدوم اون اعصاب درست حسابی نداری. من نیومدم دعوا کنم. دعوا با کسی ندارم. دیشبم نیومده بودم اینجا دعوا را بندازم. اومدم حرف بزنم. نمیدونم چی شد که اینجوری شد. چیه؟ چیه؟ چتونه؟ چه خبره؟ این چه رنجشیه که با من دارین؟ صاف کنین تموم شه بره دیگه. این نفرت و کینه‌ای که تو چشاتونه واسه چیه؟ بریز بیرون. الهی بمیرم. نمیدونی برای چیه؟ نه نه بگم برات. بگو بریز بیرون ببینم چیه. فراموشی گرفتی یا نفت تو این خودتو بزنی به اون راه؟ 24 ساعت از گنگکاری دیشب بیشتر نگذشته. آقا من غلط کردم. من غلط کردم. ایو الناس من غلط کردم. برم به محمد آقا هم بگم من غلط کردم. چیکار باید بکنم؟ آقا شهرام اومده بگه غلط کرده. شهرام اومده بگه زیر بار زندگی زایده دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. شهرام اومده بگه دیگه کم آورده زیر بار شرطهای حسن آقا و بابای مرجان دیگه نمیدونه چه فکری باید بکنه. شهرام من اصلا خوشم نمیاد دختری که تو اینجوری خورد خاک شیر کنه که بیای وایسی اینجا جلو همه بگه غلط کردم. پری تو همه این وسط نرخ تعیین نکن. حسن آقا گفته اگه مرجان میخوای باید آدم شی. آدرس رو اشتباه اومدی. اگه میتونستیم تو رو آدم کنیم به اوضاع احوال دین نبود. به سلامت. چی امشب من از اینجا دست خالی نمیرم. هر جور شده این دفعه رو دیگه باید کمکم کنی. اوسا این بار دیگه وسط این گیر و گرفتاری ها ولم نکن. برو یه گوشه قایم شو. بیا بیرون وایس رو روبروم. حتی اگه شده یه دونه بخوابون تو گوشم ولی جا خالی نده. کاش موقعی که پشت لبم سبز شده بود و توهم لات بودن برام داشته بود رفتم زدم زیر گوش رفیقت خسرو، به جای اخم و تخم کردن و قهر کردن قشنگ میومدی روبرون وای میستادی صاف ظلم میزدی تو چشام، یه دونه هم میخوابوندی این برای گوشم میگفتی او آقا لاته. توهم برات نداره ها، مردی و مردونگی و لوتیگری به اینه که وقتی زورت هم میرسه کرنش کنی نه مثل سگ هار پاچه بگیری. نمیگم پشتم، کاش لااقل روبروم بودی تا وقتی پامو از گلیمم درازتر میکنم به هم یه تشر بزنی بگی او چته بشین سر جات. توهم نزنی یه موقع با زور بازو میتونی همه چی رو به دست بیاری ها، که لااقل این روزا مثل خر تو گل گیر نکنم. کمک میخوا؟ بس خوب گوش کن بچه، اگه میخوای آدم بشی باید از خانواده خودت شروع کنی. بیا دل این مادر فلک زده بیچارت رو نرم کن. ببینم تو میتونی همین شبهایی که از قصه رفتار تو والشش خیس میشد از یادش ببری، یا اون چیزایی که در همسایه بهش میگفتن گریه زاری میکرد صورت خودش رو چنگ میزد و حتی جیگش در نمیومد، اونو چی میگی؟ اون عمه بخت برگشتت خواستگارش با اون فساد خونه پروندید، دیگه هیچ کی جرأت نکرد در این خونه رو بزنه. فکر خیال ببین چی کارش کردی، کاری باش کردی که اگه با زرب و زور و رنگ و اینا نبود الان نصف سفیدیه بیشتر موهاش تو زخ میزد. اون طفل معصوم پونه رو نگاه کن، حد دیشب انگار رو ظرف اسفند نشسته داره جلسه بلس میشه، حتی خواستگارش یه تک زنگ بهش نزد. یه کجا فهمیده داداش؟ مادر بزرگی تکلیفش معلومه، دو تا دختر یتیم نشستن بر دلش خونه که جز آه چیز دیگه برشون نمونده. ببین بچه، اگه بتونی دل خانوادت رو با خودت همراه کنی بس محله هم میتونی.
خدایا هیچ سفره ای رو بی برکت نذار. آمین. برای شفی خورش بکش. دست شما در نکنه خانم، خوشمزه بود. بمیرم بچم با اینکه قیمه بادم چون خیلی دوست داشت لب به غذاش نزد. بد نداره، میذارم برای فردا. بیاش ما که شام نخورد، تو شام بخور. به 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 به، ببین چه کردم. قیافه شو درشت رو اینجوری دادا چته بابا، همش تو قیافه. میشه بی خیال من شی؟ چشم داداش، من نمیدونم چرا باید تو اینجوری باشی، دلیلت چیه؟ الان با یکی دیگه داستان داری چرا به ما میگی؟ آقا من از اون اول گفتم شما این کاره نیستی، ولش کن. آقا ول کن دیگه، ول کن. آقا چهار نفر دیگه اعصابت رو خرد کردن، الان گیر داری به من؟ ده بی خیال دیگه داداش، اصلا به من چه؟ آقا ما حرف نمیزنیم، تموم شد، ولش کن. فقط اینو به شما میگم برادر عزیزم، شما دوست داری برو راه به راه سکه یه پولشو برگرد. این داستان عتیق فروشی هم این راپورتش درست بود. من دارم میرم تو اتاق یه چرت بزنم، خواهشن اومدی تو زیپو بکش. آقا من الان دارم برای تو سوسیس تخم مرغ درست میکنم، کجا چش زیپو میکشی مثلا حرف نمیزنی. کاغذ خودکار داری جان؟ کاغذ خودکار. درست داری انشا می‌نویسی؟ اوستا گفته باید اول خودمون شروع کنیم، بعد خانواده شروع کنم، بعد دوروبری ها و اطراف محل. میخوری؟ این اتفاق اگه بیفته، نه تو بخو، این اتفاق اگه بیفته مرجان و باباش راضی میشن که دیگه آخر شیطون بیان پایین. خب اگه سرت به سنگ نخورده بود که الان جو دیوونه نمیشدی که. آقا جون یه دو تا چهار تا ساده است، تو رفتی چند وقت پیش از رو یارو با قلتک رد شدی، الان میری پیشش میگی که سلام منو ببخشید اومدم بگم که منو حلال کنید، اونم میگن آخه آره باشه حلالت میکنیم. آقا این چه حرفی آخه، یعنی چی؟ من نمیفهمم، مگه میشه همچین اتفاقی؟ دادا من میگم تو تمرکزتو بذار رو کار خودمون، چند وقتی یه دونه پورش میخری مرجان خانوادهش وقتی که اون پورشو ببینن دیگه نگاهت میکنن کل شرط و شروطشون رو پس میگه. اسمش هم دهن آدم آب میدازه. کی؟ سوسیس تخمو پورش رو دارم میگم که دیگه دارش. فریدون چیه؟ اسم من اینجا چی کار میکنه الان؟ اول از همه؟ به قول اوسا اول باید از دوروبریام شروع کنم. کی عزیزتر از بهترین رفیقم؟ داداش من نوکرتم. حالا این من اونور یه شوخی بوده یه خنده ای بوده، من که به دل نمیگیرم که داداش. تو اینقدر مشتی و با مرامی که اصلا بابا بیخیال بابا، این حرف با چیه، این کارا چیه دادا؟ نکنه واقعا جیه ما رو زدی؟
برو بالا. دلو نکنم اون کیفه رو که زدیم سامسونته، گفتی 400 تا توش بوده، 200 به من دادی، 400 بیشتر توش بوده. برو بالاتر. اون پرایده تو اومدی گفتی پلیس افتاد دنبالم، تو خیابون ولش کردم. برو بالاتر. من بودم که با موتور زدم بهت. جیبتم من زدم، با پولشم کل خرج بیمارستانتو دادم. تو در نفس و جان منی، نیمه ی پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمکگیر تو هم، ابرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم. ماه تمامم جز تو نخواهم، من هیچ شدم تا تمامه خودم را به تو دادم. ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبانم. دار و ندارم بردی قرارم، ای چشم به راهم که شاید رسیدی تو بدان. چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت. رفتم